مجلس ارتجاع روز گذشته سه‌شنبه دوم مرداد جلسه علنی داشت و طبق معمول در اون شاهد بروز تضاد باندها و تناقضات رژیم بودیم. یکی از این موارد وقتی بود که یکی از نماینده های باند خامنه‌ای به نام حاجی دلیگانی گریبان علی لاریجانی رو گرفت که چرا در قبال حرف‌های درشت ترامپ موضع‌گیری نکرده. سوال و جواب این دو نفر با هم جالبه. گوش کنید. من هم یک تذکر دارم هم یک اخطار. اخطارم اصلا 85 هست ولی تذکرم ماده 110 آیین‌نامه که امروز از جناب عالی این انتظار رو داشتیم و الان هم داریم که با توجه به یاوه‌گوهایی که ترامپ انجام داده جناب عالی از طرف مجلس و این ما که جواب هر حرف مفتی رو نباید بزنیم، بگیم که این حرفایی که ایشون زد سطح دیپلماتیک نداشت، یه آدم قالطاقه و در صحنه بین المللی هم این و رئیسش شهره هستن به فساد. متاسفانه ایالات متحده امروز دچار یک بی‌نظمی در دیپلماتیک شده و یه توحشی در دیپلماسی رو دامن داره میزنه و یه نوع دیپلماسی جاهلانه رو داره دنبال میکنه. ولش کنید، محل نذارید، خودشون رو خراب میکنن. خیلی محل هم شما هم نذارید. کاملا پیدا بود که لاریجانی اصلا تمایل نداشت وارد این وادی بشه، ولی وقتی حریف اونطور یقش رو گرفت و اون رو به موضع‌گیری تحمیلی کشون، دیگه چاره جز رجزخونی نداشت. البته حرف اصلیش این بود که نباید محل گذاشت. موضوع دیگری که در جلسه دیروز مجلس مطرح شد، بحران ارز و هزاران میلیاردیه که ظرف چند روز از جیب مردم در اومد و به جیب چند نفر معدود از باندهای غارتگر وابسته به رژیم رفت. گوش کنید. چرا 120 هزار میلیارد تومان رانت با ارز 4200 تومانی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت؟ این ضرورت داره. ضرورت الان اینه که بیان لیست کسانی که ارز 4200 تومانی گرفتن و 120 هزار میلیارد تومان به جیب زدن. ضرورت اینه که این لیست امروز اعلام بشه. ضرورت امروز اینه کسانی که سکه دادن به یک عده خاص، یعنی پرداخت کنندگان، اینا بیان اسامیشون اعلام بشه، به جرم اینها رسیدگی بشه. 60 تن ذخایر طلای کشور را نابود کردن. ضرورت امروز اینه کسانی که در عرض این چند ماه 30 میلیارد دلار ذخایر کشور رو نابود کردن، ذخایر ارزی کشور رو نابود کردن، اینا بیان به اصطلاح در دادگاه ویژه‌ای به جرم اونها رسیدگی بشه. امروز بازار سکه و ارز به شدت در هیجان است. فکر میکنید چه کسانی به این بازار تنش وارد میکنند؟ آیا غیر از خود دیگری میتواند باشد؟ حجم نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومان در کجا جمع شده است؟ مگر نه اینکه در بانک ها جمع شده است؟ خود بانک ها و مؤسسات با هجوم به این بازار به دشمن خارجی کمک میکنند تا سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از بین برود. جناب دکتر روحانی، تا کی میخواهید کشور را به گروگان آقای دکتر سیف بگذارید؟ دوره آقای سیف تمام شد و در اثر سیاست های نامطلوب و غیر کارشناسی ایشان بسیاری از مردم نسبت به نظام اسلامی بدبین شدند. کی میخواهید تصفیه حساب نهایی مؤسسات به سپرده گذاران را اعلام کنید؟ کی میخواهید در ارز و سکه ثبات ایجاد نمایید؟ جناب دکتر روحانی، چه زمانی میخواهید بین ژنرال های اقتصادی خود هماهنگی ایجاد کنید؟ اینکه در مجلس داد و فریاد میکنن که چرا روحانی سیف رو برکنار نمیکنه، اولا از فریبکاری و فرصت طلبی این جماعته که میدونستن سیف برکنار خواهد شد، کما اینکه دیشب خبرمون هم اعلام شد. ثانیاً میخوان چنین وانمود کنن که گویا این دوز بازار با عوض کردن یک یا چند نفر تغییر میکنه، در حالی که خود مهره های رژیم میگن کل نظام فاسده
و هیچ راهی جز نابودی کل اون نیست.